سلام بچه ها، خوش اومدین به رادیو اکتیو زون و ادامه ریاکشن به آلبوم خالی از تست. یه آلبوم خیلی خفن که بدون هیچ هایپی اومد بیرون. البته گفته بود توی توییتر که قراره بیاد بیرون، ولی اصلا به نظر من حداقل زیرزمینا که یه تکون اساسی داد. من به شخص بعد از آلبوم گوز این آلبومی که اومده با این بیشتر حال کردم. حالا شاید نظر تو چی بوده تا الان؟ من خیلی با آلبوم خواهی چیز بیمزه بگه بلش کن. نه من خیلی رو جیکول گفت بودم این چند وقت اصلا این ور نبودم. خیلی من رو یاد گوز میندازه. خیلی احساس میکنم با اون همش مقایسه بشه چون خیلی هم نزدیک به هم هم اومدن. استایلش هم نوع صداش. آره آره ولی خب ای کاش که اینو بدون فکر این که شبیه گوز گوش کنن، چون واقعا خودش به تنهایی هم خیلی قشنگه. دقیقا میخواستم همینو بگم. و اینکه توی توییتر سورنا از این اثر خیلی حمایت کرده بود، یعنی قشنگ یه توییت گذاشت گفت که منتظر این اثر باشید. قبل از اینکه بریم آلبومو گوش کنیم بس لایک و سابسکرایب یادتون نره. البته اینو باید بعد ویدیو انجام بدیم، ولی از همین انجام بدیم. همین الان چرا صبر کنی؟ همین ویدیو قشنگه دیگه، وقتی من و یزدان هستیم چرا بعد کامنت انگلیسی بزنید که صاحبتون نپره، زنگوله نوتیفیکیشن رو بزنید که هر موقع ویدیوی آپلود شد خبردار بشین، هشتگ راز اسکواد رو فراموش نکنین. هر جا توی سوشال میدیا هستیم. من برگه ندارم جلو ما، همینجوری دارم. اسکورپیو رپ توی یوتیوب و اسکورپیو دات رپ توی اینستاگرام هم فالو بکنین. توی اینستا 10,000 تایی بشین، توی یوتیوب 5,000 تایی. بریم آلبوم گوش کنیم. این پایین هم همه فضای مجازی اون هست، اگه فالو نکردی حتما فالو بکنید. اما بریم سراغ ترک هفتم، رفتگان. من اگه بخوام دو تا رو بهتون پیشنهاد بدم اگه تا الان گوش ندادید، ترک سوم تنین دخمه و صدا، تنین دخمه صدا، و ترک ششم یا جنگ خاک. این دوتا تا الان فیوریت من بوده. تو چی پیشنهاد می‌کنی؟ منم دقیقا همین دوتا رو پیشنهاد می‌کنم. و الان ترک قبلی راجع به همون رفته بود، خاک و اینا بود، الان شده رفتگان. هم رفت. آره فکر اونطوری که منو شایان برداشت کردیم ترک ششم راجع به رفیقش بود که فوت شده و اسم ترک بعدیش رفتگانه. بریم ببینیم چجوریه. بگو رفته آبیان، همه به خاک سفر کرده آبیان. میخوام بدونم این رفته قدم من و تو از خاک کدوم یکیشون برمیاد. میخوام بدونم از قالب کی رفتم، سردیم و از زمستونا کی بردم. اینجا که بازار کلمه گرمه، اونجا از چرایی چی میگفتن به هم. بگو رفته آبیان، غریبگی نکنه، خاک چند تاشون رو پاشیدن تو شهرم الان. همونا که بیقراره میکردن، دنبال زبون اشاره میگردن، دارن با آدم جدید جای اونا میبندن. چسب میزنن به دهن رفته ها، از رفتار ساقط، از عمل کنده ها، به یادگار بی دهن ها میخندن. بگو رفته آبیان، به معنا سفر کرده آبیان، به ابعاد نتونستن ما، مسافرهای دنیا رو نسپرن به خیال. من خیلی سنگین بود راستش، گم شدم. اون قسمتی که میگه روی رفته ها روی دهنشون چسب زدن، به بیدهنی به بیدهنیشون میخندن، یه همچین چیزی گفت. خیلی سریع رد شد، نتونستم دقیق بکنم ولی قشنگ. یه چیزی که کلا آندرگراند آرتیست ها دارن اینه که کلمه پشت کلمه پرتاب میکنی، یعنی خیلی سریع و پر از مفهوم میگن، برای همین خیلی وقت ما نمیفهمیم داستان چیه. بهترین مثالش هم بیراهه سورناست. آره دقیقاً یکی اونه. فدایی هم حتی یه زمان اینطوره، الان یکم بهتر شده، ولی فدایی هم خیلی زمانه مثلا عدلش به قبل خیلی سریع و چیز میگه. دقیقاً نمونه ها رو میخوام که میگن برو رخت از دار و بیار، همون حالی که میگن سبب بار پر میزنی به آسمون ها رو میخوام. بگو رفته آبیان، از پادشاه تا فقرای بی‌نیاز، بگن از اختلاف درجه های نور، حالا کی کمه کی زیاد، از فرمانده رفته های جنگ تا قربانی های شکم های گرسنه، بگن چی خوبه چی بد، چی غلطه یا درسته، بگن. این همون برمیگرده به قضیه که آقا همه میرن آخرش زیر زمین دیگه، چه پادشاه باشی چه خیابون خواب باشی، از زیر زمین تا زیر زمین. نگو رفته ها رفتن که رفتن، رفته اونان که اگه مستن نرخصن، علت پشت کارهایی که نکردن، راهایی که نرفتن، کم کردن از هم بود، بیا کم نکنیم از هم، تو مؤمن بمون و من. نگو رفته ها رفتن، رفته اون مستایی هن که نرخصن، یه هم چیزی گفت. مست کردن راه های رخصن، علت پشت چی غلطه یا درست. نگو رفته ها رفتن که رفتن، رفته اونان که اگه مستن نرخصن، علت پشت. آره دیگه طرف مست میکنه که یه چیز دیگه، یعنی مثل اینه که رفته پوتک میگه که یا شما یه
غلطی رو نبه بکنی یا اگه اون غلط رو میکنی تا تهش اون غلط رو انجام بدی. نه یه کانسپتش به نظر من اینجوری بودش که اون رفتنی که ما مثلا میشنویم و میدونیم اون واقعا رفتنه نیست. رفته واقعی کسیه که مثلا میگه مست میکنم نرفته، یعنی کسیه که توی حتی اون حالت هم دیگه حتی شادی نمیکنه. میدونی آره. یعنی واقعا از بین رفته. رفته. آره. کارهایی که نکردن، راهایی که نرفتن، کم کردن از هم بود، بیا کم نکنیم از هم. تو مؤمن بمون و من مست، دست کشیده از این همه رنگ، نیومدم بدون هیچ اثری برم. بگو این لاین احساس کنم من به تو بود. مرده ها برن که زنده های دفنه به خاک نفس میکشن، گل میشن و قط میکشن، انگور جامعه دل شکسته میشن. قاتل پروانه ها عدسه میکرد میرفتن، ولی الان یه گوزده که با پیچک شاخ شبیات تو خط نمیکرد. این جری وایس ببینم، هم پروانه هم گوز، پروانه گوز شیت شر رپ بده بذار تو یام عدسه میکرد میرفتن، ولی الان یه گوزده عدسه مسته میشن، شن انگور جامعه دل شکسته میشن. قاتل پروانه ها عدسه میکرد میرفتن، ولی الان یه گوزده که با پیچک شاخ شبیات تو خط نمیکرد. پیچک یکی چک و دیگه شمسش پیچک بود. آره رپ آره. گفتم ولی الان یه گوزده که با پیچک شاخ شبیات تو خط نمیکرد. این جریان قبضه نمیشه میدونم، بگو رفته آبیان به عالم بیداری برنده آکیان، سپید ها سر نمیزنم به این شهر، ولی اینا بازی آخرشون یه روز میان. میدونم این زمستون خیالشوندن، اون بره پرچین خیال یه جشنه که رفته ها واسه این جهان تباه، تن میکنن رخت سیاه. میدونم خیلی جالب. حالا چرا؟ چون توی آلبوم گوزن شکارچی شلیک کرد به گوزن و مرد دیگه، درسته؟ آره. که بعد توی ایسکا شریه گوزه توی یخچال افتاده بود. اینم اسم ترک رفتگانه، شاید یه ربطی داشته باشه. قطعا که داره. ببین اون ستایی که آورد اصلا بی ربط نبود. آره. چک و پروانه و گوز خیلی آره. و اصلا کلا خیلی چیز از مستی استفاده میکنه سورنا هم که ماشاءالله یار مستی استاد کرد. بریم بعدی ققنوس. حاجی ققنوس چیه؟ یه پرنده است نگار. ققنوس یه پرنده خاصیه اگر اشتباه نکنم. حالا الان پرنده خیالیه. اسکل ققنوس. پرنده خیالیه فکر کنم. فکر کنم مثل مثلا سیمرغ اینا. سیمرغ آره یه همچین حالت. خب فکر کنم این کوتاه‌ترین ترک هم هست. 2 دقیقه و 7 ثانیه. چه بیتی را. آره. تو دلامون باز امید پر میکشه بی پرفا، مست آروم آرامش میگه هوشیارو چه به این حرفا، زنگ قلم دستا بر اتاکی که بشه پرتاب، این سفر رو عوض میکنن از بازیگر تا کارگردان، تو سینم شنه دجله رودتش. این لفظای 21 سویج ورده تو زیر زمین منتظر بودم و پشت بگه تست تو سینم شنه دجله روده تشنه، تو سرم گرداب زمان تار میزنم رو تلسمش، یادم نمیاد اسمتون و حتی گوشای دم هجله، گربه بغل اسمتون میاد، موشای رو به قبله، خاکتون رو فروختن مفت، تو هنوز ترازت کفرین و پروردگاری گفت که میگه بعدم احتمالاً راجب چینه دیگه، میگه خاکتون رو فروختن تو هنوز اعتراضات کفر، یعنی به یه چیزای چرت و پرتی میگیدین. آره. که دقیقاً دم مخالفا رو کش، تایش همه مرگ با شرافت، بهتره بله قربان و اطاعت، بله باید بریزی بیرون جلت، این همه کهت شکاعت و جراحت، محو قروب حکایت جراحت جنایت جنایت بود. به تفکر درستی چند تا جون بخشیدی، چند تا رو کشتی، به فرماین کرسی با کلی بره اضاف، خدم رانت و مردی اگه نخوردی، رفتار اجتماع بسته به فرد، تو فردای من و توی لشکر برده ایم، یا تو گرمای آزادی جشن بعده، حالا مزن خدم ها چنده، ابری که از شرق میاد دیگه نمیرخصه به ساز وحشی ها، دلش و سخونه حاکم شب میخواد، فقط چند شب دیگر رو طاقت بیار، کیجی از تبلیغات مغرب زمین میلیونی کشته میده، خاور دود و بور میکنی میکشم برا پول، خون 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 بو میکشی از دور زیر سقف آلو نکه. یه جورایی هم زیادی گنگه هم زیادی لیریکاله. من اتفاقا دارم با بالانسش حال میکنم، یعنی آره. متفاوته چون میدونی صد درصد. آره.
یا این ور رو داشتن همه یا این ور رو. الان جفتش اینجوری ترک های گنگ زیاد لیریکال نیست دیگه، فقط شاخشونه است، ولی این جفتشه. خوش یکی دیگه میمیره ما زنده ایمونه، این روزا کیه که دیگه بخواب بره تو گود، قانون هر رو عامل است، جور جور میزاد پدره بچه گرد گرد میخواد، از دنیا طلب برد برد میکنن و است منو یه عده مفخور میپان. خیلی قشنگ گفته، این پدر از پدر گرگ از بچهش یه دونه گرگ میخواد. اینا که منو هار میکنن بالامو باز میکنم، منو که میشناسی ققنوسم، ازم طلب نیاز میکنن، میگن آزادی یابستنم، گفتم از تنم نپرس خاکسترم رفت، گفتم نکنه آتیشم توی چیزی نگفت و پشت سرش. چه عجیب تموم شد. آه قافیهش این بود. اوه شیر آجی دهنت سرویس اصلا ابتکار رو سعید بزه کرده که آقا بستنم گفت که میشناسی ققنوسم، ازم طلب نیاز میکنن، میگن آزادی یابستنم، گفتم از تنم نپرس خاکسترم رفت، گفتم نکنه آتیشم توی چیزی نگفت و پشت سرش درم بس درم بس. خیلی خفم بود اصلا. گنگ خیلی خوب بود، خیلی خوب بود. در خوشحالم منو آوردی. آره اصلا من نمیفهمدم واقعا حقیقتش. فکر کنم تو چون دیگه چیز خودت رپری، هر لاینی که میگه یه قافیه جلوتر مینویسی. آره منتظرم. اون گفت خاکسترم رفت، بعد من گفتم در آقا هست خدا درم بس. بریم سرخت ترک آخر. قبلش نمرت رو بکن. من 9 میدم، میخواستم بگم 10 ولی اون سومی اصلا اکسپکتیشن رو خیلی برد بالا. من 9 میدم. من 8 و 88 میدم. اینو گفتی یه چیز افتادم یادم، 8 8 88 تعلیده همون هشتممون بود یادم. تو راهنمایی اینقدر گفتم با دهنمون سرویس رو دیگه تو آخر آن فکر کنم تو ذهنمون باشه. بریم سخت چک آخر، خالی از خالی، از آلبوم خالی از تس. بریم ببینیم چجوری هست. یه پایان ملو، یه پایان عادی میشه بوی خون، فراموشی کارمون، تضاده و فول پاییز عمر، زیستن بهارمون، دروغا همه پشت پردن، حقیقت پنهان بمونه، اینا با یه حساب ساده با دل بازی با حواسمون، نه 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 منطقی نیست، نگاه پشت ابراسمونه، مثل صورت شماست که پشت نقابتونه، درست مثل گوشه کر و چشم کورتون، ارزم باتتونه، چه خوب و بد و درست و غلطی اینا رو کی میدونه، خالی رو کی میدونه، قواعد این بازی رو کی میدونه، منم حامل وزن زیادی از بار دروغ که فقط میخونه، زیر فشار خونه تو دود و طبقات شهر کوچه، فشردگی بینمون، خشم و سستی نبوده مهرمون، دل تو انبارتونه، بزنتونه فرمان از آسمونه، اونم که پیغامشون واسه تو ناورده آبا اجدادتونه. چیز بال گفت دل تو انبارتونه. خب تو انبار تو چیه میذاری؟ تو انبار چیزی میذاری که الان نیاز نداری دیگه. خب یعنی احساسات رفته اصلا. دقیقاً قشنگ بود آفرین. اونم که پیغامونه بزنتونه فرمان از آسمونه، اونم که پیغامشون واسه تو ناورده آبا اجدادتونه، تو الان که هیچ کمکی نکرده هیچ سوارمونه، باری رو بارمونه با اینکه جاش کنج اتاقمونه، دیده به دل نگو اگه جهان دیگه آرزوته، تو به نوع دست به گریبانی، دو جاتون تو افسانه های دوره، پشت قوقای کوه ته شیدای اقیانوسه، پشت پرده ی توته است افسوسه اندوه، خالیم از دور غلطمون پی باد، پی روز و شب، خالی از حضور و ترس، محدودم با زور کم، جاه واسه دیگرون، نون و آب، خورشید و ماه، سوز و ساز واسه دیگرون، خالیم از دیگرون، من خالیم از این گرون، خالیم از این دو روز مطلوب به گوش و دیدمون، خالیم گوش و دیده گرون، نور آین گرون، رخ و رنگ آزین گرون، نون گرون، دین گرون، حتی خود خالی گرون. من این تکرارایی که میکنه خیلی سورنا اصلا سیگنیچرشه دیگه. آره تکرار خیلی استفاده میکنه، باحاله. یه ذره باحاله ولی به نظر من مثلا چون به اسم یه آرتیست خورده، حتی اگه خیلی هم خفن تو این کارو بکنی آره دیگه اتوماتیکلی یاد سورنا میفته. آره مثلا مثل
فلو مثلا دانیال دیدی فلو جالبی داره، ولی همه میگن چقدر شبیه پیشو شایه شوه. و شایه مثلا ترک چیزش فری استایل تولدش قشنگ چیزای شایه رو استفاده کرده بود. خالیه خالیه باریا باریا سنگینه 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 سنگین بار خالی گرون په سبک شدن خالی از پر شدن گشتم و گشتم و گشتم و گشتم خودم گم شدم. و تمام، آلبوم تموم شد. واقعا خسته نباشیم به کل تیم پروداکشن. نظرت راجع به این ترک بود تا من بگم دست اندرکاران کیا بودن؟ آره این باحال بود، یه حالت شیلی تموم کرد قضیه رو، یه ذره گنگ بود باز به نظرم، یه جا داشت باز یه ذره ملوتر بشه، ولی در کل خیلی جالب بود و اینکه کلا به نظر من آلبوم خیلی خوبی بود. حالا خیلی از تست کار گوش نداده بودم. کی خوبه خودشه، کی برای خودش و خدای خودش زندگی میکنه، کی قبول داره این که تو دنیا هیچ کس نیست غم و اندوه نداشته باشه. نداریم، شکلش فرق میکنه. دولت بالی برای 20 هزار آرزو